سرخط خبرها، آلمان، تعمیر نورد استریم به مراتب ارزان‌تر از خرید گاز مایع آمریکاست. لو فیگارو گزارش داد، آغاز جنگ جهانی سوم بین غرب و روسیه، دوران افول طولانی مدت آمریکا. زلنسکی روسی‌گرایی را با نازیسم مقایسه کرد. والستریت جورنال، اروپا از زمستان سخت عبور کرد. سلام و درود خدمت همه شما همراهان گرامی، به سرویس خبری این ساعت خوش آمدید. آلمان، تعمیر نورد استریم به مراتب ارزان‌تر از خرید گاز مایع آمریکاست. مایکل کرشمر، فرماندار ایالت ساکسونی آلمان، با درخواست تعمیر خطوط لوله نورد استریم که در جریان خرابکاری منفجر شد، گفت که وقت پیمانکاران برای تعمیر آن رو به اتمام است. کرشمر درباره این موضوع گفت: گرچه مادامی که جنگ در اوکراین جریان دارد، موضوع گاز روسیه گزینه روی میز نیست، اما آلمان باید برای بعد از جنگ گزینه خرید سوختی ارزان‌تر از گاز طبیعی مایع را برای خود محفوظ نگه دارد. وی افزود بنابراین کنسرسیوم روسی آلمانی که مسئولیت نورد استریم را بر عهده دارند باید اطمینان حاصل کنند که این خطوط لوله قابل تعمیر هستند. داریم وقت را از دست می دهیم. اگر خسارت تعمیر نشود نورد استریم تا مدت‌های طولانی قابل استفاده نخواهد بود. لو فیگارو گزارش داد، آغاز جنگ جهانی سوم بین غرب و روسیه، دوران افول طولانی مدت آمریکا. روزنامه فرانسوی لو فیگارو گزارشی را با عنوان آمریکا ممکن است به دلیل جنگ در اوکراین کنترل پول جهان را از دست بدهد منتشر کرد. بر اساس این گزارش، امانوئل تود، مورخ، مردم شناس، جمعیت شناس، جامعه شناس و سیاستمدار فرانسوی در مصاحبه‌ای با روزنامه لو فیگارو گفت که آمریکا در یک دوره افول طولانی مدت قرار دارد. وی افزود آمریکا در شرایط کاهش نفوذ خود در جهان تصمیم گرفت برای استفاده بیشتر از ذخایر بومی که پس از جنگ جهانی دوم کسب کرده است فشار بیاورد. به نوشته این روزنامه فرانسوی، امانوئل تود بر این باور است که جنگ جهانی سوم به دلیل گسترش درگیری منطقه‌ای در اوکراین به رویارویی اقتصادی جهانی بین کل غرب از یک سو و روسیه با حمایت چین از سوی دیگر آغاز شده است. این مورخ فرانسوی همچنین معتقد است که پیشبینی‌ها درباره پیروزی اوکراین و شکست روسیه قابل تصدیق نیست. گفتنی است که بر اساس نظرسنجی منتشر شده در رسانه‌ها، نزدیک به نیمی از آمریکایی‌ها می‌گویند واشنگتن باید کیف را متقاعد کند تا مذاکرات صلح با روسیه را برگزار کند. علاوه بر این، 29% از شرکت کنندگان در این نظرسنجی بر این باورند که واشنگتن باید به تدریج حمایت خود از کیف را متوقف کند. زلنسکی روسی‌گرایی را با نازیسم مقایسه کرد. ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، به یک آپارتمان در شهر دنیپرو اشاره کرد که در جریان حملات موشکی روسیه تخریب شده است. وی گفت این آپارتمان در دنیپرو واقع در خیابانی به نام خاکریز پیروزی است. وقتی ساکنان این منطقه این نامگذاری را انجام دادند، در ذهنشان پیروزی بر نیروهای آلمان نازی در دوران جنگ جهانی دوم وجود داشت. رئیس جمهور اوکراین ادامه داد: روسگراها دقیقاً شبیه به نازی‌ها هستند، مشخص است. ما باید هر کاری را انجام دهیم تا این روسی‌گرایی را متوقف کنیم، همانطور که جهان آزاد برای توقف نازی‌ها انجام داد. زلنسکی گفت بیش از 30 موشک روز شنبه به سمت مناطق مختلف اوکراین شلیک شد که شامل خارکیف در شرق اوکراین، کیف، لویف در غرب اوکراین و شهر بندری اودسا در جنوب می‌شود. این حملات موشکی به شهرهای مختلف اوکراین پس از ادعای به دست گرفتن کنترل شهر معدنی سولیدار اوکراین در جمعه توسط روسیه انجام شد که نخستین پیروزی در عرصه نبرد در ماه‌های گذشته به شمار می‌رود. وزارت دفاع روسیه نیز در بیانیه اعلام کرد تصرف سولیدار که درست در حومه باخمود در منطقه دونسک است، به نیروهای روسی اجازه می‌دهد تا زنجیره تأمین اوکراین را مسدود کنند. والستریت جورنال، اروپا از زمستان سخت عبور کرد. روزنامه آمریکایی والستریت جورنال نوشت اروپا توانست به واسطه منابع جایگزین، کاهش مصرف گاز و زمستانی معتدل از این بحران اجتناب کند. همچنان که بهای بالای انرژی انگیزه قوی برای استفاده کمتر اروپایی‌ها از گاز و برق ایجاد کرد. به زعم مقامات و تحلیلگران اروپایی، پویش‌های آگاهی بخش برای تشویق مردم به صرفه‌جویی در انرژی موفق بوده است. به طوری که برایان ماتوری، رئیس بخش بهره‌وری آژانس بین‌المللی انرژی، گفت آگاهی بیشتری نسبت به نحوه استفاده از انرژی و هزینه آن نسبت به همیشه وجود دارد و واکنش ها بسیار قابل توجه بوده است. تحلیلگران معتقدند که توان اروپا برای کاهش مصرف انرژی در زمستان جاری نشان می دهد که چگونه یک منطقه می تواند برای حمایت از اقتصادش در برابر شوک های انرژی خارجی محافظت کند. اروپا حدود 82% ذخایر گازی دارد که بسیار بالاتر از سطح عادی که حدود 65% در این مرحله از زمستان است می باشد. همچنین بر اساس گزارش آژانس بین المللی انرژی، تقاضای گاز در اتحادیه
بقیه اروپا در 3 ماهه آخر نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 20% کاهش یافته است. ممنون که تا پایان با ما همراه بودید. جهت آگاهی از مهمترین رویدادهای ایران و جهان، کانال ما رو در زیر همین ویدیو سابسکرایب و زنگوله اونو فعال کنید. وقتتون خوش و خدا نگهدار.